عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبان عزیز خبرگزاری دانشجویان ایران، در خدمت آقای سعید دقیقی مربی محترم تیم شمس ازهر قزوین هستیم. در ابتدا صحبت ایشون رو میشنویم و سوالاتمون رو مطرح میکنیم. سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دوستان عزیزتون. خوشحالم در خدمت شما هستم. خدمت از ماست، همینطور که حالا خودتونم مستظر هستین، در ایام جام ملت‌های آسیا هستیم. تیم ملی فوتبال کشورمون اولین بازی رو مقابل فلسطین برنده شد. اول از همه عرض جوابتون راجع به بازی تیم ملی چطور بود؟ خب من حدود دو هفته در کنار تیم ملی بودم و دیدم چه تیم با کیفیتی داریم، بازیکنان شایسته‌ای داریم، کادر فنی خیلی خوبی داریم و به نظر من شرایط تدارکاتی تیم هم در شرایط ایدئال به سر میبره. بازیکنان با کیفیتی که تیم ملی داره، در بازی اول با فلسطین اعتقاد دارم یه فوتبال خوب رو ارائه دادن، چون همیشه تو تورنمنت ها اولین بازی ها بازی سختیه. همونطور که ژاپن نزدیک بود اصلا به ویتنام بازی رو ببازه، یعنی بازی اول بازیایی که مسیر رو روشن میکنه، یعنی اگر شما خوب نتیجه بگیری ادامه راه رو برات مهیا میکنه، یه مقدار اعتماد به نفس بازیکن ها بیشتر میشه، جذابیت برای مخاطب بهتر میشه و همراهی تماشاگران قطعا در ادامه مسیر برای تیم ملی ما بهتر خواهد بود. بازی بود که به اعتقادم برای شروع بازی ها بازی بسیار خوبی از لحاظ نتیجه‌گیری و کیفیت فنی. بسیار عالی. راجع به انتظارات از تیم ملی الان در صحبت میشه توی همین مرحله گروهی، شما خودتون به این شرایط رو که دیدین از تیم ملی چه انتظاری باید بره در واقع؟ ما به راحتی اعتقاد دارم از این گروه به عنوان تیم اول صعود خواهیم کرد، چون اصلا فوتبالمون قابل مقایسه نیست با تیم‌های مثل هنگ کنگ و امارات و فلسطین و با بازیکن با کیفیتی داریم که از لحاظ تجربه بین‌المللی در سطح بسیار بالایی هستن. آقای قلنوی خودشون اعتقاد دارم که دیگه به اون بلوغ در واقع هم فردی هم مدیریتی هم فنی رسیدن که بتونن تیم ملی رو در واقع به بهترین شکل هم مدیریت کنن هم مباحث فنی رو جلو ببرن. کادر فنی خیلی خوبی دارن، به نظرم از همه نوع شکل در دستیاران آقای قلنوی حضور دارن، مربی خارجی که تو بحث ترینینگ و موضوعات تمرینی خیلی خوبه، آقای الهویی که اعتقاد دارم چون خدمتشون بودم، میگم حدود یه هفته خدمتشون بودم، اعتقاد دارم یه جوونیه که در اصل مربیگری حرفای بسیاری خواهد داشت، فوق العاده با علم هستن. آقای متحرکه دیگه سبقش مشخصه، آقای رحمان رضایی هم بالاخره تجربه بین‌المللی داره، هم کار مربیگری خوب در واقع انجام داده و علمش رو داره، آقای آندو تیموریان هم بحث علمی هم بحث روحیه برای بازیکن تیم ملی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. مجموعاً جمعشون رو خیلی خوب دیدم، مربی بدنسازشون آقای فامیلشون یادم قربان علی پور. آره یادم، فوق العاده با علم و دانش هستن، گروه آنالیزشون نفرات خیلی خوب هستن. آقای نبی هم که به عنوان مدیر تیم بالاخره سالهای سال این فضا رو تجربه کردن، اعتقاد دارم مهیاس برای اینکه ما بتونیم پس از سالها در جام ملت‌های آسیا یه اتفاق خیلی خوب رقم بزنیم. تو مسابقه قبلی هم گفتم هر بازی به بازی ما میتونیم کیفیت تیم رو بریم بالا که در بازی حذفی دیگه تو اوج در واقع آمادگی باشیم. برنامه‌ای هم که مربی تیم ملی داشتن دقیقاً به همین شکل بود که بتونن طوری مسیر رو ببرن جلو که در بازی حذفی اون پیک فشار تمرینی، پیک مرتبط با بازی گروهی تو اوجش تو جام تو بازی حذفی باشه. و حالا بحث علمی هم داشت با الهویی صحبت می‌کردیم، گفت هر 21 روزی یک اوج و پیک توان بدنی بازیکناست که ما برنامه‌ریزی کردیم تو گروه مراحل بعد از مراحل گروهی ان شاء الله تو اوج آمادگی بچه‌ها رو آماده بکنیم، برنامه‌ریزی تمرینشون هم به این شکل ان شاء الله اعتقاد دارم میشه اتفاق خوبی رقم زد. مثلا بسیار لازم دستور قلنوی صحبت کردن، از ابتدا که ایشون حضور داشتن کلا انتقادات داشتن که آقا افرادی که الان انتخاب شدن نمیتونن به تیم ملی کمک کنن. نظر شما چیه؟ حالا نسبت به مربی ایرانی همیشه یک گاردی وجود داره، چه تو رده باشگاهی چه تو رده ملی، اینکه هر انتخابی که انجام میدن خیلی انتقادات بیشتری ازشون صورت میگیره نسبت به گزینه خارجی. این نقد باید منصفانه باشه به اعتقاد من، اینکه بیایم هر کیو ببریم زیر سوال که درست نمیشه.
این شما های متحری گفتم تجربه خیلی خوبی داره، سالهای سال کنار های محمدی احیا گل محمدی کار کرده. بقیه نفرات هم یکی که گفتم های الهویی به اعتقاد من فوق العاده قویه، مربی ایتالیایی خیلی خوب. آیا هومن حفاظلی با تجربه بین‌المللی زیاد کنم حداقل دو تا دوره جام رو با مربیای خیلی خوب مثل برانکو ایوانکوویچ و آیا کیروش فکر کنم جام ملت‌های قبلی سابقه حضور داشته در کنار این نظام. ببینید ما متاسفانه به جای اینکه حمایت بکنیم از حالا چهره‌های ملیمون مربیای ایرانی، همیشه سری نقد رو انتخاب می‌کنیم. مگر کسایی که قبلا بودن چیکار کردن؟ مثلا آیا کیروش با همه احترامی که برای این عزیز قائلم، چه دستاورد آنچنانی داشته که آقای قلنویی نمیتونه داشته باشه؟ یا الان تو لیگ ما اصلا برای من سواله، یعنی بعد اعتقاد دارم اصحاب رسانه مطالبه گری داشته باشن. الان از 16 تا تیم لیگ برتر 5 یا 6 تاش مربی خارجیه، همه هم تیمای خوب، یعنی شما استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، گلگهر سیرجان، تیمای متمول لیگ ما اصلا مربی خارجی آوردن. من سعید اگر کارنامه‌ام خوب باشه چطور میتونم برم تو این تیمای بزرگ مثلا مربیگری کنم؟ بعد میایم فرصت رو به کسایی میدیم که تو بیرون از ایران رزومه آنچنانی ندارن، میان ایران و چون یه حمایت رسانه‌ای دارن خیلی بزرگشون میکنیم، خیلی بولدشون میکنیم و میگی مربی خارجی. و متاسفانه مخاطبم که مردم اصلا خیلی زود باور میکنن که آقا این مثلا مربی بین‌المللی خیلی قویه و نمیدونم سابقه آنچه داره، اصلا اینجوری نیست. شما تمام مربیایی که الان تو ایران دارن مربیگری میکنن یه سابقه شون رو ببینید و مربیگری کردن و رفتن هم دستاوردشون رو ببینید. من اعتقاد دارم بعد فرصت رو برای کسایی که توان و استعداد دارن مهیا بکنیم، یعنی به خصوص درس مربیگری برای چهرهای جوان دارن کار میکنن فرصت رو بیشتر بدیم. حالا آقای گل محمدی بهترین نتایج رو گرفته تو این چند سال، راحتی میره که نه همش دنبال گزینه خارجی هم. یا پارسال آقای نکونام که نبود مربی خارجی استقلال، قطعا یه هم بعد نتیجه بگیره باز میرن سال بعد میگن چون تماشاگر میخواد، اونم به خاطر جو رسانه‌ای که درست میشه و شاید پشت اون جو رسانه‌ای که ایجاد میشه رانتی باشه که مربی خارجی با مدیر برنامه مرتبطش میتونه اون رو ایجاد بکنه برای اینکه جذابیت برای مخاطب داشته باشه و مربی ایرانی رو خیلی زود ما میتونیم حذف کنیم با این کار. ما با فرصت بدیم به امثال آقای رحمتی، به امثال آقای ویسی، به امثال آقای نکونام، آقای گل محمدی بتونن کار کنن، تیمای خوب رو بگیرن. متاسفانه اینطور نیست. آره دیگه الان واقعا زیاد جالب نیست. یعنی الان نفت آبادان رفته دنبال مربی خارجی. مثلا عملکرد آقای شفر چی بوده که شما رفتی آقای ویسی رو میذاری که نه که بری شفر رو بیاری؟ تیم سپاهان با اون بودجه آنچنانی، استقلال پرسپولیس با بودجه آنچنانی، گلگهر سیرجان با بودجه آنچنانی باید جز سه چهار تای اول باشی. یعنی اگر ببخشید به دونه چوب خشکم اینو بدی با اون بودجه که در با اون بازیکن‌ها داره حتما باید بین شش تای اول باشی. یا فولاد با اون همه امکانات مثل شمس‌آذر نیست که بیاد مثلا ما نیازهای اولیه یک باشگاه رو نداشته باشیم، ما بتونیم تلاش بکنیم با حداقل خودمون به این مرحله برسونیم. میایم می‌بینیم مثلا سپاهان ما این محرم نوید که دوم یا سوم نشد، خب الان این مورالس هم با این هزینه ها اینچنه با این های بازیکن هم دوم تو جدول لیگ، یا گلگهر سیرجان الان تو جدول کجاست؟ اعتقاد دارم اگر میاد بعد خیلی با کیفیت بیاد، چه بازیکن چه مربی، رزومه آنچنانی داشته باشه که من به نظرم ایران نمیاد، ایران به سختی میان. آفرین. حالا برگردیم به جام. شما گفتین الان کنار اردو هم بودین، تیم ملی هم بودین، این نسل از تیم ملی جام ملت‌ها رو براشون به عنوان آخرین شانس می‌بینن که دستاورد خیلی خوب به دست بیارن و اون قهرمانیه بهش برسن. حالا تیم‌های مدعی هم راجعش صحبت می‌کنیم، ولی به عنوان یک کارشناس خودتون چقدر این رو اثرگذار می‌بینید که با این دستاورد نام خودشون رو موندگار کنن توی تاریخ فوتبال ایران؟ خب این نسل از بازیکنایی که الان تو تیم ملی حضور دارن به اعتقاد من جزو پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بودن. حضور چند دور جام جهانی، بازی‌های با کیفیت چه در عرصه ملی چه در عرصه باشگاهی، نفراتی هستن که واقعا شایسته تقدیر هستن. فکر می‌کنم یه جام واقعا این عزیزان کم دارن. به نظر من یه نسل طلایی هستن فوتبالیست‌ها این دوره‌ای که دالا همه به 30 31 32 به قول شما شاید آخرین جامشون باشه. یه نسل فوق‌العاده هستن،
فکر میکنم تمام اهمیت و وجودشون رو گذاشتن که بتونن ان شاءالله تاریخ فوتبال ایران ماندگار بشن با جامی که ان شاءالله به دست میارن. اصلا قبل از اینکه اصلا این جام شروع بشه خیلی‌ها به همین نفرات که آقای قلنوی دعوت کردن به تیم ملی انتقاد داشتن، از جمله کریم انصاری‌فرد که تونست جلوی فلسطین گلزنی بکنه. شما به عنوان مربی که حالا خودتونم با رده بازیکن‌های جوونم مخصوصا کار کردین، تو این وهله تیم ملی چه زمانی باید بره به سراغ این که بخواد بازیکن‌های جدیدو به چرخ تیم ملی وارد کنه و بازیکن‌های قدیمی کم کم خداحافظی کنه؟ من اتفاقا با قلنوی صحبت کردم، گفتم نفرات خوبی خود تیم ما داره که میتونی ازش استفاده بکنی. توجیه ایشون توجیه به نظر من توجیه درستی بود. میگفت تو این شرایطی که ما تو بازی ها فاصله داریم و جام یه جامیه که نیاز داره تجربه داشته باشی، نیاز داره اینکه خطا آزمون نکنی، تمام اولویت ما اینه که بازیکنایی رو بتونیم دعوت بکنیم که تجربه بین‌المللی داشته باشن، یعنی بدن به بدن یه اصطلاحی که حالا فوتبالیستان تنه به تنه شده باشن با بازیکنایی در سطح بالا. خب وقتی هرچی میدان رقابت سخت‌تر میشه بازیکن با تجربه‌تر نیاز داره، بازیکن با کیفیت‌تر نیاز داره. اون بحث خطا آزمون رو تو این بره زمانی رو به اعتقاد من نمیتونستن اجرا کنن، هرچند چهره‌ای بودن که میشد تو این تیم ملی باشن، ولی حالا انتخاب‌های قانونی باید بهش احترام گذاشت. نفراتی که داره استفاده میکنه هم دعوت کرده، حالا مثلا برای خیلی سوال بوده، فکر کنم اولویت اصلیش همین بحث سابقه فوتبالشون در سطح بالا بوده و سعی کرده نفراتی رو داشته باشه که تو این تورنمنت بزرگ حالا اون بحث کم تجربه‌ای ازش نکنه. تیم ملی حالا بعد از جام ملت‌ها تو فاصله جام جهانی میتونه این کارو انجام بده که تغییر در نسل داشته باشه، نسل رو عوض بکنیم. یعنی این نسل نیاز داره پوست‌اندازی بشه و یه سری بازیکن جوان که تو لیگمون هم اعتقاد دارم خیلی بازیکن با کیفیتی داریم براشون فرصت مهیا بشه که بتونن جای این بزرگان فوتبال رو پر کن. بسیار عالی. حالا خودتون کدوم تیم‌ها رو مدعی قهرمانی آسیا می‌دونین؟ حالا تیم‌های مثل ژاپن، کره جنوبی هستن. عربستان حالا دیروز بازی کرد ولی اونقدی در حد یک مدعی نبود. حالا با وجود اینکه بازی اول خوب بود. ببینید گفتم بازی اول همیشه سخته. یعنی نمی‌تونی رو اون بخوای اظهار نظر کنی که بازی اولش اینجوری بود، این تیم مثلا مدعی هست یا مدعی نیست. ولی اگه ما تو دوره حذفی که احتمال زیاد به کره می‌خوریم، اگه اون بازیو سربلند از زمین خارج بشیم، به نظرم تو فینال با ژاپن به رقابت سختی و برای کسی مقام قهرمانی خواهیم داشت. بسیار عالی. برسیم به لیگ ایران. نیم فصل گذشت، نیم فصل مربیگری در فوتبال ایران، لیگ برتر فوتبال ایران چطور بود؟ خب این فکر میکنم دومین سالیه که من در خدمت، یعنی همین روزا باشه که دو سال بشه فعالیت من در باشگاه شمس و زهر. از نیم فصل سال قبل، نه سال قبلترش که تیم ما رده 17 جدول بود و 16 امتیاز، تو 18 بازی تیم ما گرفتیم اومدیم همون سال هشتم کردیم، تو 16 بازی بکنم از اگه 31 امتیاز گرفتیم و تیم اومد شد هشتم. سال قبلم که تجربه خیلی خوب در لیگ یک با قهرمانی 5 الی 6 هفته زودتر از تمام تیم ها با زدن تمام رکوردهای فکر میکنم گذشته فوتبال چه لیگ برتر چه لیگ یک، لحاظ میزان گل، میانگین گل زده در هر بازی نسبت به تعداد بازی، میانگین امتیازی نسبت به تعداد بازی، فکر کنم همه رکوردها رو زدیم. آقای گل، نفر دوم گل زنان، عرضم به خدمت شما آقای پاس گل تیم ما بود و یه فصل خیلی خوب رو با یه تیمی که خب سابقه آنچنانی نداره ولی خب آدم های دل بزرگی اونجا دارن فعالیت میکنن. مالکین عزیزی داریم که تو این شرایط اقتصادی شاید هم خیلی متمول نباشن، یعنی واقعا سطح درآمدهای شرکت آنچنان نباشه که بتونه تیم در سطح لیگ یک حتی لیگ برتر داشته باشه، ولی دل بزرگی دارن. حمایت مسئولین و استانی کنار ما بود و ما تونستیم تیمو بیاریم لیگ برتر. و اول فصل همونطور که شاهد بودین کسر امتیاز پدر تیم ما رو درآورد، واقعا یعنی پر از استرس، پر از تنش تا بخوایم فصل نقل و انتقالات رو پشت سر بگذاریم و یه تیم خوب ببندیم، همش درگیر این موضوعات بودیم و پر از چالش و درگیری و موضوعات مختلف تمام انرژی ما رو تو ابتدای فصل گرفت. حالا خدای شکر تونستیم که طوری ببریم جلو که تیم حذف نشه یا کسر امتیاز بیشتر نداشته باشیم، ولی خیلی زحمت کشیدیم برای همین موضوع و بی اخلاقی بسیاری هم دیدیم تا بتونیم این رو ثابت بکنیم که ما اصلا مقصر نبودیم یا اصلا تقصیری نداشتیم. ما منفی 3 شروع کردیم با یه سری بازیکنای جوان، فوق
فوق العاده با لیاقت، فوق العاده دنبال میل به پیروزی. پس شروع شد. خب ابتدای فصل یه مقدار عدم تجربه چه برای من چه برای بازیکنانم یه مقدار فصل رو سخت شروع کردیم، ولی در ادامه هر روز بازی با کیفیت‌تر، تمرینات خوبی که داشتیم عاملی شد که مورد تمجید اهالی فوتبال قرار بگیریم. تازه شروع کارمونه، باید خیلی بیشتر تلاش بکنیم برای اینکه این توقعاتی که برای مردم ایجاد کردیم با بازی با کیفیتمون این رو پربارتر و پر انرژی تر ادامه بدیم. حالا تجربه خیلی خوبی بود این فصل. خب بازیکنای خیلی خوبی معرفی کردیم به فوتبال ایران. سه تا بازی آخرمون فکر می‌کنم کل ارقام بازیکنان تیمم اگر در زمین که بازی می‌کردن جمع می‌کردیم نزدیک به 32 میلیارد بود. یعنی ما بازیکن داشتیم دو زمین 700 میلیون قراردادش بود، یعنی نه یه نفر، سه نفر. و ثابت کردن که همش پول نیست. هر چند اعتقاد دارم در فوتبال حرفه‌ای در سطح بالا باید همه شرایط مهیا بشه برای اینکه بتونه بازیکن بیشترین پتانسیل و توانش رو به جامعه فوتبال در واقع نشون بده. و کمبودامون ان شاءالله توی ادامه مسیر جبران بشه و توی رقابت نابرابر که ما درگیر این هستیم که یه بودجه 60 70 میلیاردی رو بتونیم محقق بکنیم با تیمایی که 60 70 میلیارد حداقل بالای سقف بودجه دارن هزینه میکنن، بتونیم رقابتی رو داشته باشیم. هر چند رقابت نابرابره ولی کیفیت و میل خواستن مجموعه باشگاه از مدیر عامل عزیزمون گرفته، مالک عزیزمون گرفته، مدیر عامل، مجموعه کادر فنی، تدارکات تا بازیکنانم این رو ثابت کردن. انشاءالله تو ادامه مسیر بتونیم بهتر و با کیفیت تر ادامه بدیم. از ابتدای فصل که داشتین شروع میکردین چنین جایگاهی رو متصور بودین؟ نهم جدول نگشته بود نکنم، اگر منفی استمون نبود که هفتم بودیم. ببینید حالا یه ویژگی میگم، ایراد میگم، من خیلی بلند پروازم و سعی میکنم به بازیکنانم این هم القا بکنم که آقا باید بالاترین سطح باشی. یعنی همین الان ما نیم فصل دوم رو شروع کردیم دنبال حرفای بیشتری برای گفتن است. از روز اول درسته حالا به اهالی رسانه میگفتیم که تثبیت در واقع در سال اول تو لیگ برترمون خیلی مهمه، تو اولویت کوتاه مدتمون بود که اینو بتونیم اجرا بکنیم. فکر کنم با مجموع امتیازاتی که جمع کردیم اگر اون منفی سهم نبود که قطعا تیم همین الان با به اعتقاد من با 23 امتیاز تو لیگ مونده بود. ولی چیزی که هستش تو ادامه مسیر در میان مدت همین رتبه تک رقمی رو دنبالش بودیم، میشه در بلند مدت که نیم فصل دوم میشه جایگاه بهتر در خور شأن همین بازیکنان و مردم شریف و اصیل استان قزوین که واقعا ما رو حمایت کردن ان شاءالله به دست بیاریم. نگران این نیستین که تیمتون دچار افت بشه؟ معمولا تیمایی که شگفتی ساز میشن حالا بعد از یه وقفه ای که میفته شاید بازیکنان انگیزه شون از دست بدن، چه راهکاری واسه این موضوع دارید؟ 100% کار ما سخت‌تر نیم فصل دوم. همیشه به بازیکنان هم میگم غرور بزرگترین آفت انساناست و تلاش رمز موفقیت. اصلا نباید مغرور بشیم چون اتفاق خاصی نیفتاده. اصلا انقدر تیما بودن تو نیم فصل اول مثل برق شیراز اصلا میگم سوم بود، اول بود، نیم فصل دوم تیمشون افتاد. تلاش میکنیم، خب رقبامون هم بهمون بیشتر حساب میکنن، آنالیزمون میکنن، بررسیمون میکنن. ما بعد هر چی اونها تلاش میکنن ما بیشتر از اونها تلاش میکنیم و این شعار ماست. و فکر میکنم تو همین چند روزم که تمرینامون رو شروع کردیم با این شعار که تلاش 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 کارمون رو آغاز کردیم، ان شاءالله بتونیم هم من خودم تو مباحث فنی علمی بروزتر بشم، هم میتونم خوراک بهتری به بازیکنانم بدم. بسیار عالی. به نقل و انتقالات هم رسیدیم. من شنیده بودم که مثل اینکه از بازیکنای مثل همون بازیکنایی که داشتین ناماشنا نیستن اونقدر یا دست اولی فکر کنم دارین تست میگیرین، پلنتون واسه نقل و انتقالات چیه آقای دایی؟ یه سری کمبودا توی یکی دو تا پست داریم که خیلی باز دنبال نامونشان نیستیم، سعی میکنیم از لیگای پایین‌تر یا جوانایی که دارن در سطح باشگاه تهران در سطح امیدا دارن بازی میکنن نفرات رو به تیم اضافه کنیم، کاری که سال گذشته هم کردیم. یعنی ما سال گذشته تو لیگ یک با یه سری نفرات غیر ناماشنا ناآشنا در واقع عرضم به خدمت شما پایان فصل همه گفتم رکوردا رو زدیم. امسال هم همین سیاست رو داشتیم. آقای میساقی جالب میگفت تو برنامه‌اش گفت کدوم یکی از این بازیکن‌ها رو واقعا شما قبل میشناختید؟ ولی خب خوشحالیم الان همه میشناسنشون. قطعا یه سری نفرات هم اضافه میکنیم که بتونیم پس دوم باز به فوتبال ایران جوانای آینده داری معرفی بکنیم.
بسیار عالی. تو این مدت کدوم یکی از بازیکناتون حالا با پیشنهاداتی مواجه شدن؟ قطعا این تیمایی که فراتر از تصور عمل میکنن، باشگاه‌های بزرگتر روشون زوم میکنن و بررسی میکنن شرایطشون رو. داشتین پیشنهادی حالا تیمای بزرگتر؟ بله داریم. همه بازیکنان هم فکر میکنم هر کدومشون به نوعی پیشنهاد دارن از تیمای حالا مختلف، ولی بدنه تیم رو قطعا حفظ خواهیم کرد و سعی میکنیم که خروجی از بازیکنانی که لحاظ تعدد بازی و کیفیت بازی در سطح بالایی باشن خروجی نداشته باشیم. ایشالله خدا چی میخواد. چقدر اونا چرب میکنن این بچه ها رو، چقدر ذهنشون رو تحت تاثیر میذارن. چون اعتقاد دارم بازیکن باید با جون دل بازی کنه. اگه بخواد ببری تو فشار و استرس و چالش و تنش و آقا شما باید حتما اینجا بمونی، اون کیفیتش کم میشه. ولی فکر کنم هم من دوست دارم با این بازیکن کار بکنم، هم بازیکن دوست دارم کار کنم. چون من خودم هم پیشنهاد خیلی خوبی از یکی از تیم‌های متمول ایران همین الان دارم، یعنی امروز تا زور گفتم من خبر بده، ولی فعلا تمرکز و تفکرم رو تیم خودم. باعث نشده که وسوسه بشین حتی 1%؟ دقیقاً. چون معمولا هر چقدر هم کردن به کارش علاقه داشته باشه، شما به دنبال پیشرفت هستین که یک جای بهتری کار بکنین، تمرکزتون اثر نمیذاره؟ والا اثر گذاشته که الان دو روزه میگیم تا فردا به ما صبر کن، تا شب صبر کن، تا امروز زور صبر کنین. قطعا تاثیر میذاره. خب پیشنهاد خیلی خوبیه، شرایط مالیشون شرایط خیلی خوبیه، ساختار باشگاهشون خیلی از باشگاه ما بهتره، ولی میگم اینجا یه حس قلبی داریم به تیم و هم مدیر عامل عزیزم های زندگی از دوستای خیلی خوبم، هم مالکینمون یه حس نمیدونم چی میگم، مثل بچه‌ای که خودت بزرگ کردی و یه مقدار جدایی سخته. هرچند شاید معقولانش این باشه که تو این شرایط جدا بشی و بری یک جایی که بتونن امکانات و خدمات بیشتری به شما بدن کار بکنی، ولی میگم این مثل بچه‌ها میمونن، هم خود بازیکن‌ها مثل برادرها میمونن، همین تیمه مثل بچه‌کنم. امسال ایشالا تمام میکنیم تو همین باشگاه تا ببینیم فصل بعد خدا چی میخواد. یعنی مربی خارجی میذارن تیم خوب ببریم، همین نگرانم اینه مثلا سال بعد همین یه دونه تیم هم که الان لحاظ زیر ساختی و سخت افزار و مالی خوبه ممکنه سال بعدی هم نباشه، ولی حالا کار میکنیم ایشالا. اگر تیم خودمون که شرایطش ایدئال باشه برسه به اون افقهایی که ما دنبالش هستیم از هر لحاظ زیر ساختی مالی اعتباری، اینجا میتونه یه گزینه باشه برای ادامه فعالیت. چون دیگه بعد هی اهدافتو بلندتر ببینی، اگرم نه که ان شاء الله یه فرصت خوب توی تیم خوب بهم داده بشه و بتونیم بیشتر لیاقتمون رو ثابت کنیم. با این شرایط رفتنتون منتفیه تو این فصل؟ والا تا دو ساعت دیگه باز داره قرار بود یکی مشورت کنم، ولی بعید میدونم. آره بسیار عالی. یکی از حالا موضوعاتی که توی این فصل به خصوص روی فوتبال ما اثر گذاشت ماجرای سقف بودجه بود، به شکل ناقص هم اعمال شد، در نهایت فقط جریمه مالی واسه باشگاه صورت گرفت و این حالا مثل یه شرایطی به وجود آورد که قانونه به شکل خیلی کامل اجرا نشد. خودتون حالا به عنوان هم مربی هم کارشناس فوتبال چنین قوانین چنین آیین‌نامه هایی رو چطور بررسی میکنیم؟ ببین وقتی که ما توی این قضیه اصلا نمیتونیم دخیل باشیم، یعنی وقتی من اصلا سقفی نداره تیمم، وقتی تو این رقابت نمیتونم باشم، نمیتونم در موردش مثلا نظر بکنم. شما باید تو یک فضای رقیب یه چنین تیمی باشی. مثلا اصطلاح به سپاهان میگه تو اینقدر خرج کردی من اینقدر خرج کردم، یا پرسپولیس به تراکتور میگه آقا شما اینقدر خرج کردی من اینقدر خرج کردم، که بیام بشینیم بگیم آقا چرا اینجوری شده، چرا سقف رعایت نکردیم. برای من چه فرقی میکنه؟ ما کف کفیم، یعنی نمیتونم در مورد این نظر بدم. ولی اعتقاد دارم هیچ جای دنیا، با همه احترامی که برای تاج و دوستان عزیزی که در فدراسیون فوتبال افتخار همکاری باشون داشتم، اصلا معنی نداره. اصلا سقف یعنی چی هستن؟ مگه میتونی تو به یه تیم بگی چقدر هزینه کن؟ یکی در میاری میخواد هزینه کنه، کسی چه ربطی داره؟ مثلا آقای زونوزی مالک یه بخش خصوصی میخواد هر چقدر میخواد خرج بکنه. مثلا چجوری میخوای نظارت کنی بر کار آقای زونوزی وقتی میتونه مثلا یه طریقای دیگه به بازیکن پول بده؟ عجیبش هم هست، نه حالا سازمان بازرسی داره که میخواد نظارت بکنه، بره قرارداد دراره، پولای زیرمیزی رو در بیرون. اما دوست داره مثلا الان به شما میگه 10 تومانی الان بهت میدم، 10000 تومان 20000 تومان هم بیا فردا دلار بگیر فلان جا، کی میخواد بفهم؟ بعد یه مثال به نظر من معقولانه تر رو این موضوع تصمیم گرفت. اصلا معنی نداره سقف. بعد اگه میخوام تو جام باشگاه آسیا بریم رقابت بکنیم واقعا با این تیمای گردن کلفت حالا عربستانی و اماراتی و قطری و
حالا بلوک شرق آسیا بعد تیم با کیفیت داشته باشه. اینکه حالا شما انقدر پول دارم نمیتونی بازیکن با کیفیت، همینجوری که بازیکن با کیفیت خارجی ایران نمیاد، حالا به دلایلی که خود شما بهتر از من میدونی، همینجوری که نمیاد، پولم نداشته باشه که دیگه اصلا نمیاد. یعنی اینجا میشه فقط یه فضایی که یه سری حالا ایجنت ها، نه ایجنت ها آدم های محترمی هستند تو کارشون رو اصول، حالا دلالی و فضای خارج چارچوب فیر پلی فوتبالی کارایی میکنن تو بازیکنان خارجی و که با این سقف بودجه ها فقط میدونم مطمئنم که فساد انگیزه از های پشت صحنه این موضوعات مرتبط با در واقع سقف بودجه. حالا جهان داره آفساید نیمه خودکارم به کار میگیره، ما هنوز در مورد وی ای آر داریم صحبت میکنیم. خودتون الان توی مسابقاتتون هم قطعا دیدین خیلی تاثیرگذار روی تصمیمات داورا هم الان به صورت عمدی یک اشتباهی رو انجام نمیدن، ولی خب وجود و حضور وی ای آر میتونه یک بخشی از این مشکلاتی که هست تصمیمات رو تصحیح کنه. نظر خودتون در این باره بفرمایید. ما وقتی میتونیم یک موضوع رو نقد بکنیم که امکانات و شرایط رو براش بتونیم فراهم بکنیم. یعنی ما واقعا خود من خیلی جا بوده مثلا قضاوت داورا اعتراض کردم، ولی واقعیت اینه که تو شرایط عادی، چون فوتبال پر از استرس و فشار، تو لحظه که داری مربیگری میکنی ممکنه هر کاری بکنی، ولی وقتی الان با خودم فکر میکنم چه امکاناتی برای این در واقع قشر مظلوم جامعه فوتبال ما فراهم کردیم، نه لحاظ مالی نه لحاظ امکاناتی، چیکار کردیم که توقع داریم ازشون قضاوت عادلانه داشته باشن و اشتباه نکنن. شما باید همه نیازها رو رفع کنی، خدمات بدی، بعد تقاضای کیفیت داشته باشی. مثلا میدونم آقا چقدر سخت مسافرت ازشون قبل بازی، چه جوری میان، به چه شکل میان، چقدر پولشون مونده از بدهی فدراسیون و پس حق و زحمتشون مونده، و اینکه وقتی نمیتونیم امکانات فراهم کنیم پس قطعا نمیتونیم نقد درست بکنیم. خیلی مظلومن، ان شاءالله شرایط فراهم باشه به شکلی که این عزیزان مثلا با خیال راحت کار بکنن، زندگیشون به سمتی بره که خدای نکرده بر حسب احتیاج از مسیر درست خارج نشن، و بهترین راه و درستترین راه اینه که بتونیم امکانات براشون فراهم بکنیم که انشالله فدراسیون فوتبال بتونه مهیا بکنه این موضوع رو. در مورد وی ای آر و موضوعات مرتبط هم ببینید، خب ما باید قبول بکنیم کشور ما متاسفانه دچار تحریم‌های ناعادلانه، حالا میگن کشورهای حالا بالاخره مستکبر بگیم، نامرد بگیم، چون همه امکانات ما رو دا گرفتن. یعنی شما تو همه ابعاد دچار مشکل شدی، فقط تو حوزه حالا غذا و پوشاک و خوراک و نمیدونم پتروشیمی و دارویی و اینا نیست. یعنی فوتبال هم شما برید بررسی بکنید، کلی از اموال فدراسیون فوتبال در فیفا و AFC بلوکه شده و نمیتونی اونو بیاری. خیلی از قراردادهایی که ممکنه تو بحث وی آر با شرکت خارجی رو بتونی بخوای ببندی، با توجه به شرایط تحریمی نتونی ببندی. تو بحث همین چمن ورزشگاه یا امکانات مرتبط، قطعا شرکت های بزرگ خارجی نمیان اینجا کار بکنن. اینا دست و بال فدراسیون رو بسته و یه مقدار کار رو برای این عزیزان کم سخت کرده. و بعد اگر هم از این عزیزان انتقادی میکنیم درست و به جا باشه، با توجه به شرایطی که ما میدونیم و خیلی ها میدونن که چقدر فدراسیون خودش تو مشکلاتی که خیلی هاش ناشی از تحریم ناعادلانه کشور ما در واقع دچار شده، انشالله به سمتی بره که این تحریم ها کم بشه و اصلا برداشته بشه که بتونیم انشالله امکانات و خدمات رو بیشتر به فوتبال بدیم تو همه اقشار، حالا تو همه شرایطی که بالاخره مردم دارن. باید قبول کنم شرایط واقعا سختی، بهبود معیشت مردم، شرایط اقتصادی بهتر، پویایی اقتصاد، همه اینا انشالله با شرایطی که کشور به سمتش میره بتونه این تعارضاتی که حالا بین ایران و چه کشورهایی حالا بالاخره ابرقدرتی هستن که دارن ما رو اذیت میکنن به سمتی بره که به مردم خدمات بهتر بدیم، تو فوتبال هم قطعا ما آیدش خواهیم بود. هدف خودتون به عنوان یک مربی و کسی که حالا مدیریت ورزشی هم بلدین توی فوتبال ایران، توی زندگی شخصیتون چیه؟ ببینید همیشه تو کارم سعی کردم تو هر جایی قرار بگیرم کیفیت داشته باشم. یعنی یه روزی نماینده مردم از شورای شهر قزوین بودم، یادم 5 ماه مباحث مدیریت شهری رو می‌خوندم که نماینده ایدئال در پارلمان محلی باشم، یا در فدراسیون فوتبال که مسئول پروژه عمرانی مشاور آقای تاج بودم
سعی کردم تو مدت خدمات خوبی بدم، فکر کنم خانه فوتسال خوابگاه بانوان که 80% تقریبا تماشا به خانه فوتسال افتتاح شد. حالا محبس زیر ساختی تو اونجا بخش اعظمش تو زمان مدیریت من بود و در ادامه در باشگاه پیکان با آقای محمدی به عنوان معاون اجرایی فعالیتمو طوری بردم جلو که اونجا بتونیم خدماتی داشته باشیم، به خصوص خانه بدنسازی که اونجا احداث کردیم الان جزء جایگاهی که ورزشکاران استفاده میکنن. تو عرصه فوتبالم وقتی وارد شدم در بحث مربیگری فنی میدونستم یه فضای رقابتی خیلی سخت داری، بعد مطالعات خیلی زیاد بشه. تمام کلاسه مربیگریش سعی کردم شاگرد اول باشم و نمراتو بالا بگیرم و خدایش این اتفاق افتاد. در ادامه تو این حوزه میتونم کار با کیفیت بکنم، روز نیست مطالعه نکنم تو بحث فوتبال، یعنی هر روز سعی میکنم بروزتر باشم. تو فوتبال یه علم خیلی فراتر از اون چیزی که فکر میکنیم، یعنی این که فکر کنی امروز تو همیشه میدونی اصلا اینطوری نیست. شما یه بچه 7 ساله میتونی تو فوتبال یاد بگیری، میتونی به یه مربی که 30 سال سابقه کارم داره چیز یاد بدی. و این طوفان فکری که به نظر من تو مباحث فنی میشه با مربیای مختلف شما داشته باشی، تو کلاس های مختلف، تو مباحث مختلف، تو میزه گردای مختلف، هر روز ذهن تو رو پویاتر میکنه، نکات جدید یاد میگیری. و حالا مطالبی که خدا شکر با این حالا مباحث رسانه‌ای که داریم، فضای اینستاگرامی، فضای تلگرامی، واتساپی، خیلی امکانات رو بیشتر فراهم کرده مربیایی که میخوان دانششون رو به روز بکنن. سعی میکنم هر روز دانششون رو به روز بکنم. یه روزی میگفتم مربی تیم ملی بشم، آرزوم بود که مربی تیم ملی بشم، الان ولی آرزوم بالاتر از این حده، یعنی به دنبال هستم که در لیگ‌های معتبر اروپایی ان شاءالله بتونم مربیگری کنم.